دوره بیستم رو اختصاص دادم به موضوع چرایی دوام جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته. روزی نیست که خبری از فساد، از تقلب، از دروغ، از روابط تبعیض‌آمیز، از سرکوب، بازداشت افراد، زندانیان سیاسی و مجموعی از اموری که یک حکومت رو تحمل ناپذیر میکنه به گوش ما نرسه. کافیست شما خبرها رو دنبال بکنید، میبینید که ما با یک حکومت ناکارآمد، فاسد، سرکوبگر، امتیازجو و مشخصاتی که در واقع من در برنامه گذاشتم به این موضوع اشاره کردم که معمولا وقتی یک عاشقی به معشوق خودش میرسه میگه همه صفات خوبان رو با هم جمع کردی، جمهوری اسلامی مجموعه صفات زشت همه حکومت‌های دیکتاتوری و تمامیت‌خواه فاشیستی، کمونیستی همه رو در خودش جمع کرده. پرسشی که در این دوره از برنامه ها من تلاش میکنم بهش پاسخ بدم این هست که این حکومت با همه این زشتی‌ها چگونه 14 دهه دوام آورده، و این موضوعی است که به نظر من همه کسانی که مخالف حکومت هستند، نارضایتی دارن از وضعیت موجود، باید این پرسش رو پاسخش رو پیدا کنند تا بعد بدونن که واقعا در چه مسیری باید حرکت کرد برای اینکه این حکومت رو از اون جایی که قرار گرفته پایین انداخت و یک حکومت دموکراتیک و نظام آزاد در ایران شکل بگیره. در 6 برنامه گذشته من به 6 وجه از چرایی دوام جمهوری اسلامی اشاره کردم. 1 وجهش در برنامه اول به کار گرفتن هنرمندان و ورزشکاران بود در دستگاه تبلیغاتی. 2. نمایاندن حکومت خودش رو به عنوان طرفداران عدالت اجتماعی و توزیع درآمد در میان مردم، یه چپ نمایی. 3. بازی نسبتاً موفق با جامعه جهانی، با بلوک‌های قدرت، با افکار عمومی جامعه جهانی و نشون دادن اینکه این حکومت میتواند پدیده‌ای است که میتونه دوام داشته باشه. اون کاری بود که داعش نتونست انجام بده یا طالبان نتونست انجام بده، علی‌رغم اینکه اینها ویژگی‌های بسیار مشترکی با جمهوری اسلامی داشتند. 4. اینکه بخشی از مردم ایران، نه اونهایی که از اول طرفدار این نظام بودن و هنوز هم هستن، بلکه کسانی که در حاشیه بودند و چندان هم بقا یا عدم بقا این حکومت براشون مسئله اصلی نیست، اینها متاسفانه بخشی از جامعه ایران به رنگ این رژیم در آمدن، در همون فضا، در همون سبک، در همون چارچوب ها تنفس میکنند و رفتار میکنند. 5. بحثم در مورد تراژدی ایران شناسی، اسلام شناسی و خاورمیانه شناسی بود در دانشگاه امریکا. اینها به جای اینکه یک گفتمان بدیل، یک چارچوب بدیل به جامعه ایران عرضه بکنند در برابر این سیستم اقتدارگرا و تمامیت خواه، بسیاریشون در همون ارکستر می نوازند متاسفانه. 6. فشل بودن و ضعف رسانه ها و سایت ها، رادیو ها، تلویزیون های فارسی خارج از کشور هست امروز که متاسفانه اینها نمیتوانند آنچنان که باید و شاید مردم را از وضعیتی که درش گرفتار هستند آگاه کنند. سیاست های بدیل، دیدگاه های بدیل، راهبرد های بدیل رو در اختیار مردم ایران قرار بدن، به همون روزمرگی که بسیاری از دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بهش درگیر هستند، اینها هم بسیاریشون به همون روزمرگی مبتلا شدند و خب بخشیشون هم که واقعا در چارچوب و در همون گفتمان رژیم حرکت میکنند. قابل توجه هست که در هفته گذشته سایت بی بی سی فارسی و تلویزیون بی بی سی فارسی برنامه ای رو برای بزرگداشت چگوارا تنظیم کرده بود و 2 نفر از چپهای سابق در مورد ایشون صحبت کردن، کاملا تجلیل از آقای چگوارا. جریانی که جز فلاکت و بدبختی و خطر امنیتی برای دنیا در طی حدود 100 سال
جز بدبختی و فلاکت برای دنیا به بار نیاورده. شما امروز با در واقع دنبالش رو در کوبا، در کره شمالی، در اتحاد جماهیر شوروی که امروز به شکل تزاریسم و پوتینیسم خودش رو آشکار کرده، در سیستم کمونیستی چین دنباله های زشتش رو دارید میبینید و نتایج تفکر چپ رو هم برای جامعه ایران میبینید. خب ممکنه کسی بگه که رسانه ها کارشون این هست که در مورد چهره های تاریخی مهم صحبت کنن، اونها رو به مردم معرفی کنن. خب متاسفانه بی بی سی فارسی اگر برای چه گوارا بزرگداشت برقرار بزرگداشت در راه می اندازه، اما این کار رو در مورد بسیاری از چهره هایی که در دنیا به جامعه بشری کمک کردن این کار رو انجام نمیده. شما امکان نداره در بی بی سی فارسی، در سایتش، در رادیو و تلویزیونش ببینید که کسانی که در بریتانیایی بودند، حالا نمیگم امریکایی یا سوئدی یا آلمانی، بریتانیایی بودند، اختراعاتی داشتند، نهادهایی رو بنیان گذاشتند، خدمتهایی به جامعه بشری کردند و اینها خب قابلیت بزرگداشت دارن. چرا سایت بی بی سی فارسی که از مالیات دهندگان بریتانیایی تغذیه میکنه یا تلویزیون فارسی بی بی سی به اونها اشاره نمیکنه؟ معلوم هست، من در جلسه گذشته کاملا این موضوع رو باز کردم که بی بی سی فارسی، سایتش، رادیوش و تلویزیونش کاملا امروز به بوق تبلیغاتی جریان چپ تبدیل شده. حالا نمیگم تک تک کارکنانی که اونجا هستن چنین وضعیتی رو دارند، اما اون چی که از این سیستم بیرون میاد، من درون این جعبه سیاهش رو اطلاعاتی دارم، اما اینطور نیست که کاملا تمام افرادی که اونجا کار میکنن همه کمونیست نیستن، همه سوسیالیست نیستن، اما برونداد اون سیستم وقتی از بیرون نگاه میکنید، اون چی که از این سیستم، از این جعبه سیاه بیرون میاد، عمدتا تبلیغات برای تبلیغات یک طرفه برای جریان چپ و جریان اسلامگراست، جریانی که طرفدار بازار آزاد هست، جریانی که تمدن غربی رو در واقع مبانیش رو شکل داده و قدرت بهش بخشیده، اون جریان اصولا سهمی یا چهره‌ای و ظهوری در برنامه های بی بی سی فارسی نداره. نمونه جالب دیگری که در هفته گذشته من بهش برخوردم و کاملا به این بحث ما مربوط میشه، به بحثی که در جلسه پنجم کردیم، دیدم که آقای شایگان مصاحبه کرده با یکی از نشریات فارسی زبان در داخل کشور. آقای شایگان از معدود افرادی است که به در واقع نتایج کاری که روشنفکران چپ، چپگرا یا شرقگرا یا کسانی که میخواستن یه هویت تازهی برای ایرانی ها خلق کنن در برابر تمدن غربی، به این مشکلات در سنین پیری ایشون کم کم به تدریج داره پی میبره. ایشون در مصاحبه‌ای با نشریه اندیشه پویا گفته که نسل کنونی جوانان ایران شعورشان از نسل ما بسیار بیشتر است، زیرا در دنیای دیگری زندگی میکنند، مخصوصا زنان ایرانی بسیار جهش کردند. باید اعتراف کنم شرمنده ام که نسل ما گند زد. این عبارت خود آقای شایگان هست. ایشون در ادامه میگه که ایران در سالهای دهه 40 و 50 داشت جهش میکرد در دوران پهلوی. ما از آسیای جنوب شرقی آن موقع جلوتر بودیم، ولی بعد آنها پیش افتادند و موفق تر شدند. علت عدم موفقیت ما به نظر من این است که ما شتاب تغییرات را تحمل نکردیم. فقط این نبود البته، اینها در اون دوره آقای شایگان و مجموعه جریان چپ و اسلامی، اینها دنبال برساختن یک جامعه چوپانی و شبانی بودند با بازگشت به ارزش‌های 1400 سال پیش یا ارزش‌های کمون اولیه کمونیسم که برگردید به ابتدای زندگی اجتماعی بشر، و دنبال اصلا ایده دیگری داشتن، چشمانداز دیگری نسبت به جامعه داشتن، بحث نبود که شتاب تغییرات رو تحمل نکردن. ایشون در دنباله میگه حالا چرا نمیدانم، ما درش میدونیم
دلیلش این است که این ایدئولوژی کمونیسم، سوسیالیسم و اسلامیسم اینها سم است برای جامعه بشری. در ادامه ایشون میگه همچنین ما روشنفکران آن دوره هم پرت بودیم و تحلیل درستی از جایگاه خود در جامعه و جامعه خود در جهان نداشتیم. میتوانم این را به عنوان یک اعتراف بگویم که ما روشنفکران جایگاه خود را ندانستیم و جامعه را خراب کردیم. یکی دیگر از آسیب‌های جامعه ما در آن هنگام چپ زدگی شدید بود که با اتفاقات 28 مرداد هم تشدید شد و قهرمانگرایی بیش از پیش در جامعه ما فراگیر شد. ما باید گام نهادن در مسیر صنعت و پیشرفت را از مونتاژ آغاز می‌کردیم. طبعاً هر جامعه‌ای باید از روی دست جوامع پیشرفته‌تر فراگیری کنه. در اون دوره ایشون میگه جالب بود که روشنفکران اون دوره از این مونتاژ به بورژوازی کمپرادور یاد می‌کردن. حرفای بیهوده و مزخرفی که چپ‌ها تکرار می‌کردن در اون دوره، خب اینا سردمدارانشون بودن دیگه. ایشون در ادامه میگه بسیاری از روشنفکران اروپایی نیز چپ زده بودند، منتها در آنجا تعادل برقرار بود. رمون آرونی بود در مقابل سارتر. در واقع جریان راست، جریان مدافع سرمایه‌داری، زبان خودش رو داشت در مقابل جریان چپ در ایران. اینها غالب بودند، اینها لاتایلاتشون رقیبی متاسفانه نداشت. ولی اینجا یعنی در ایران رمون آرونی نبود، کسی جلوی چپ ها نبود، ما با اسطوره ها زندگی میکنیم و این بسیار بد است و یکی از نتایج چپ زدگی است. این صحبت های آقای شایگان هست. من خیلی خوشحالم که آقای شایگان حداقل یکی از افرادی که نقش قابل توجهی در انحراف مسیر جامعه ایران، انحراف بسیار سهمگین و پرهزینه ای که جامعه ایران از دهه های 30 و 40 به بعد پیدا کرد، جریان چپ برش غلبه پیدا کرد، تفکر چپ، گفتمان چپ و بعد هم جریان اسلامگرایی بر روی این موج سوار شد و تونست حتی چپ ها رو هم کنار بزنه. افرادی خب باید باشن بیان بگن که این مسیر مسیر نادرستی بوده، ایران باید به جامعه جهانی یعنی تمدن جهانی امروز که سردمدارش تمدن غربی است و مبشر علم و عقلانیت و حاکمیت قانون و شفافیت و پاسخگویی و دموکراسی است، باید به این جریان بپیونده. بحثی نیست که جامعه غربی جامعه آرمانی است، هیچ کس در جامعه غربی ادعای آرمانی بودن نمی کنه، اما ارزش ها، چارچوب ها، نهادهایی وجود داره که این قضایا رو تحکیم میکنه، حاکمیت قانون رو، پاسخگویی حکومت رو، دموکراسی رو، جدایی دین از سیاست رو، اینها رو نهادهایی هستن که اینها رو تقویت میکنه. نهادها در ایران یا وجود ندارن یا متاسفانه بسیار ضعیف هستن. خب حالا برگردیم به برنامه این هفته، یعنی برنامه هفتم. در این برنامه من بحثم رو متمرکز میکنم بر موضوع جالب توجهی که ما در بالاخص سه دهه گذشته باهاش مواجه بودیم. اون هم ادعای این حکومت هست که در حکومت دو جناح وجود داره و این دو جناح جناح‌های رقیب هستند، یکیش جناح میانه رو، یکیش جناح فلانه و این جناح‌ها با هم میتونن رقابت سیاسی بکنن در ایران. دموکراسی در ایران هست، انتخابات در ایران برگزار میشه. سخن من این هست که تمام اینها در واقع نمایش هست، رقابت هست، رقابت بر سر فساده، اینکه کدام جناح از منابع کشور بیشتر استفاده کنه. رقابت هست بر سر اینکه چه گروهی چه تعدادی از کرسی‌های مجلس رو به خودش اختصاص بده، رقابت بر سر پیشبرد کشور، پیشرفت کشور، سیاست‌ها و چگونگی کاهش فلاکت در کشور نیست، رقابت بر سر قدرت و ثروت و امکانات کشور هست. برای اینکه این بحث خیلی خوب روشن بشه، حرف من در واقع لبش ابتدا بگم بعد اینو باز میکنم. لب حرف من این هست که جریان اصلاح طلبی، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی، چون بخش چپ هم به این جریان پیوسته در سالهای اخیر، جریان اصلاح طلبی مذهبی هیچ دستاورد قابل توجهی، من به اینا ایدئولوژیک برخورد نمیکنم، اینطور نیست که مثلا من دشمنی ایدئولوژیک دارم با جریان اصلاح طلب مذهبی. سه دهه که شما این جریان رو دنبال بکنید میبینید این جریان هیچ دستاورد قابل توجهی نداشته. شما میبینید مثلا در عربستان نگاه بکنید، در عربستان
برخی فشارهای جهانی و اندکی بسیار جزئی فشارهای داخلی در حد خیلی محدود بوده، باعث شده که شاه عربستان رانندگی رو برای زنان مجاز اعلام کنه، زنها می توانند در استادیوم ها شرکت بکنن، زنها در مجلس مشورتی عربستان هستند. بسیار از محدودیت ها برداشته شده. شما ببینید در طول 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی کدام محدودیت ها علارغم این همه فعالیت سیاسی، این همه شور و شوقی که گروه هایی در چارچوب جریان اصلاح طلبی داشتن، ببینید چه اتفاقی افتاده؟ تقریبا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. حکومت به همون سیاست های سابقش داره ادامه میده. این بحث رو من با سه واقعیت خدش ناپذیر آغاز میکنم. واقعیت خدش ناپذیر اول این هست که جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است با تبعیضات و امتیازات ساختاری و نهادینه، هم در نظام حقوقیش و هم در نظام واقعیش. تبعیضهای صنفی، دینی، جنسیتی و قومی بخشی جدایی ناپذیر از این نظام هستند که حکومت فقها و دین رسمی اینها رو متجلی میکنه. واقعیت دوم این که نهادها و روالهای این نظام به گونه‌ای شکل گرفته که در برابر تغییر بسیار مقاوم هستند. گروه‌هایی هستند در ایران که خواهان تغییرن، میخوان یه تحولاتی در جامعه ایران رخ بده، میخوان تنش با غرب کم بشه، میخوان فشارها روی مردم کاسته بشه، اما اینها نمیتونن چندان موفق باشن به دلیل اینکه این نظام به گونه‌ای شکل گرفته که در برابر تغییر به شدت مقاومه. تغییر سیستم با روالهای جاری و قانونی تا کنون غیر ممکن بوده، عملا غیر ممکن بوده. سه دهه تلاش ناموفق معطوف به اصلاح و تغییر در چارچوب نظام نشون میده که این نظام عملا اصلاح ناپذیره. و واقعیت سوم اینکه وعده تغییر و دادن امیدهای واهی و کاذب ابزاری برای بسیج اجتماعی بوده. فایدهش رو بیشتر نه تغییر خواهان و تحول طلبان، بلکه بیشتر حکومت این فایده رو برده. این وعده های تغییر و امید اینها، حالا در یک دوره مثلا ممکنه که اوایل دهه 70 افراد می توانستن برخی اینها رو باور کنن، یا برخی از افرادی که اینا رو مطرح میکردن شاید جدیت داشتن، اما در طی از 88 به این طرف که جنبش سبز سرکوب شد، اینها امیدهای واهی و کاذب و دروغین هست. شما به کارنامه مجلس ششم و دهم، دولت خاتمی، دولت روحانی، شوراهای شهر در دوره اول و این دوره اخیر نگاه بکنید که اکثریتش دست گروه های معروف به اصلاح طلب بوده، میبینید که در واقع هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، هیچ تغییری، هیچ تحولی صورت نگرفته. امروز بعد از سه دهه تلاشی که من منکر جنبش های اصلاح طلبانه در ایران نیستم، برخی از کارگران، طرفداران محیط زیست، زنان، دانشجویان، اینها تلاش کردند که وضعیت موجود رو اصلاح کنند، زندان هم رفتن، هزینه هم پرداختن، اما تمام این تلاش ها بدون تمسک به خشونت بوده. اما بعد از سه دهه تلاش که حدود 10,000 نفر به زندان رفتن، مشکل پیدا کردن، فعالیت کردن، بعد مجبور شدن از کشور خارج بشن، شکایت از موانع تغییر توسط وعده دهندگان دیگر نه وعده های واقعی بلکه گفتار درمانی به نظر من به حساب میاد. گفتار درمانی در واقع بی حاصل. در واقع اینها نوعی اعلام درماندگی است از سوی گروه هایی که امروز به عنوان اصلاح طلب معروف هستند. و امروز ما البته در ایران واقعا اصلاح طلب نداریم. اینها یه جناحی هستند از خود همون، در همون چارچوب حکومت، در همون چارچوب حکومت فعالیت میکنن، اسم خودشون اصلاح طلب گذاشتن که در دوره انتخابات یه عده رو بیارن در انتخابات شرکت کنن. شما فقط به دولت آقای روحانی نگاه بکنید، دولتی که نیمی از اعضاش کسانی هستند که امنیتی بودن و هنوز هم امنیتی هستند. برخی از چهرهای شاخصش از چهرهای سازمان سرکوب بودن، اینا خون مردم به دستانشون هست. بعد این دولت میاد بگه من دولت امیدم. چه کسی میتونه باور کنه که چنین دولتی دولت امید هست؟ در مجلس دهم، در همین مجلسی که الان هست، خود اصلاح طلب ها به وزرای جناح اصلاح طلب رأی نمیدن. اعضای شورای شهری که تازه اومدن مستقر شدن
و حرفشون این بوده است که ما میخوایم تغییر ایجاد بکنیم. بلافاصله بعد از اینکه بر سر کار میان، به تک تک اینها اتومبیل های نو، تبلت های نو تعلق میگیره، به حساب هر کدومشون هم 10 میلیون تومان میریزن که به هیئت های سینه زنی و مذهبی کمک کنن، کاری که در دوره آقای احمدی نژاد هم میشده، بعد در دوره قالیباف هم میشده. اتفاق عجیب، یعنی تغییر چنداری ما در شرایط نمیبینیم. اونهایی که مردم رو در دورهای انتخابات دعوت میکنن که بیاید و شرکت بکنید، اونها باید واقعا پاسخ بدن که آیا واقعا با تغییر چهره ها در مجلس، برخی از چهره ها در مجلس، در شورای شهر، آیا واقعا تغییری شما در سیاست ها، در عملکرد ها میبینید؟ من که چنین چیزی رو متاسفانه مشاهده نمی کنم. از سال 80 به این طرف، یعنی 78 بعد از قضایای تیر سال 78 به این طرف، اون چه که به تحول طلبان در ایران فروخته شده یه کالای تقلبی بوده به عنوان، تحت عنوان اصلاح یا اصلاح طلبی، و این باور جزمی به اصلاح پذیری و امکان اصلاح نظام، اصلاح در چارچوب رقابت‌های درون نظام، این به مردم فروخته شده. برخی هم متاسفانه حالا چون چاره دیگری نداشتن، یا در مقابل مثلا آقای روحانی یه جنایتکاری مثل آقای رئیسی رو آوردن، حتی آقای روحانی هم دست کمی از آقای رئیسی نداره، منتها مردم متوجه نبودند، یه عده میان خب به اینها میرند و در انتخابات رأی که نمیرن، با اینها واقعا بیعت میکنند. اون گروه هایی که این کالای تقلبی رو میخرند، متاسفانه در یک چرخی باطل مشارکت برای تغییر و بیحاصلی تلاش ها قرار میگیرند. نتیجه این چرخی باطل در سمت گروه های معروف به اصلاح طلب، گروه هایی که هنوز هستن، تبدیل شده به داستان ژن خوب که مثلا پسر آقای عارف بیاد بگه ما ژنمون خوبه، بعد اینا به رهبر تقرب پیدا کنن، به سپاه تقرب پیدا کنن، مغازه‌های چارنبش برای خودشون درست کنن، برای اینکه بگن ما خودی هستیم، با حکومت همراهی داریم. در سمت فعالان سیاسی که منافعی ندارن یا کمتر منافعی دارن، اونها هم در یک طیفی از توهم یا حتی جنون با اونها مواجه هستیم. من وقتی از جنون صحبت میکنم، در واقع اینجا نمیخوام سخن توهین‌آمیزی به کسی گفته باشم. آقای آینشتاین، فیزیکدان معروف آلمانی، ایشون جمله بسیار معروفی داره. ایشون میگه که کسی که یک کار رو به یک روش خاصی تکرار بکنه مرتب و منتظر نتیجه های متفاوت باشه، این تعریف جنونه. شما هر روز از خیابون، از یک خیابونی که شلوغه، برید و انتظار داشته باشید که زمان رسیدن به محل کارتون کوتاه‌تر بشه، نتیجه متفاوتی به دست بیارید، مشخصه که یه جایی اینجا در ذهنیت شما یه پیچی، یه مهره‌ای جا افتاده، کار نمی‌کنه. این داستان رو در مورد جریان اصلاح طلب یا کسانی که در ایران میرن رأی میدن هم به روشنی میشه گفت که میرن رأی میدن به امید اینکه اتفاق خاصی بیفته. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. آقای روحانی عین رفسنجانی عمل میکنه، اون هم مثل احمدی نژاد عمل میکنه، اون هم مثل خاتمی عمل میکنه، چون بنای مجموعه به گونه دیگر است. حتی اگر یه حرفای دلخوشکنکی هم مثلا آقای روحانی یا خاتمی یه جاهایی بزنن، این حرفای دلخوشکنک یا اعتراضات خیلی ملایمی بکنن، اینها تأثیری نداره. اون کسانی که باید کارشون انجام بدن به همون شکل این کارها رو انجام میدن. کسانی که میخوان به این مسیر ادامه بدند، مسیر مشارکت در چارچوب نظام سیاسی، در واقع اسم شیکش هست، بیعت با مقامات سیاسی حکومت و در واقع ادامه دادن به این توهم و فعالیت‌های بی‌حاصلی که در جمهوری اسلامی در جریان بوده از حیث سیاسی، اینها معمولاً برای تداوم کارهای خودشون به سه خلط متمسک میشن. خلط اول، انداختن مسئولیت دولت بر گردن جامعه با مباحث فرهنگی، اینکه زمینه‌های فرهنگی آماده نیست، دولت نمیتونه کاری انجام بده، مردم آگاه نیستن، حرفایی که بی اساسه، چون اصولا با وعده هایی که قبل از
بیعت به مردم داده میشه اینها نمیخواند. آقای روحانی میاد میگه که مثلا ما در سال 1,000,000 شغل ایجاد میکنیم، امر غیر ممکن است، وعده دروغی نیست، چنین چیز غیر ممکن هست در چارچوب وضعیت موجود. این رو بعد از انتخاب، بعد از بیعتی که صورت گرفته اگر محقق نشد نمیشه برگردن جامعه انداخت. تاکتیک دوم این که خلط تغییرات اجتماعی رو با تغییرات قانونی اینها قاطی میکنن. یه تغییراتی در جامعه در جریان هست، جامعه خودش در حال تغییره، این تغییرات رو حکومت نمیتونه به خودش نسبت بده، یا دولت آقای خاتمی و دولت آقای روحانی و اینها نمیتوانن تغییرات رو اعتبارش رو به خودشون نسبت بدن. اون تغییرات مستقل از اینکه چه کسی بر قدرت باشه یا نباشه، اون تغییرات صورت گرفته. اینکه مثلا زنها سهم قابل توجهی امروز در آموزش کشور دارن، این تغییرات به خاطر تمایل عمومی جامعه بوده، اصرار زنان بوده، اصرار خانواده ها بوده به اینکه دختراشون مشارکت کنن و این نتایج به دست اومده. و تاکتیک سوم این که رسیدن از ظرفیت تغییر، همیشه میگن جامعه ایران الان وضعیت حکومت موجود ظرفیت تغییر داره، همه چیز ظرفیت تغییر داره، از ظرفیت تغییر به خود تغییر میرسند. شما در هر جامعه ای، در هر چارچوبی، در هر سازمانی ظرفیت تغییر دارید. مهم این است که آیا تغییراتی رو که ظرفیتش وجود داره محقق میشه یا نمیشه. در ایران این ظرفیت‌های تغییر وجود داره، جامعه ایران در حال تحول است، نسل دیگری اومده، مردم نگاه‌های دیگه‌ای دارند، مشخص است که جامعه در حال تغییر هست، ظرفیت تغییر وجود داره. اما ما این تغییر رو در شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط فرهنگی جامعه مواجه نیستیم، تغییراتی که به نفع مردم باشه. همونطور که عرض خدمتتون عرض کردم، این یه امر کلیست که ظرفیت تغییر وجود داره، اما باید دید که واقعا مجراش هم وجود داره، آیا موانعش رو میشه کم کرد یا نه. حالا برای اینکه این بحث رو دقیق‌تر با هم دنبال بکنیم، که در واقع من به دنبال این هستم که نشان بدم این داستان این که یه گروه‌هایی در ایران دنبال تغییرند در درون حکومت و اگر بخوایم تغییر رو به پیش ببریم باید با اونها کار بکنیم، این داستان رویایی است، توهم محقق هم نخواهد شد. یه توهمی است که عده دارن، یه امیدهای بی حاصلی است که عده، چون هیچ امید دیگه وجود نداره، میرن سراغ این امید و این رو خودشون دارن به دیگران هم تزریق میکنن. برای اینکه نشون بدیم که این امید یک امید بی حاصلی هست، به نظر من به سه پدیده که معمولا ادعا میشه که اینها میتونه تغییر ایجاد بکنه، دولت، مجلس و شوراها، که ادعا میشه که اینها انتخابی هن. از نظر من که اینها انتخابی نیستن، اینها تحت چارچوبهای نظارتی و مدیریتی و کنترلی حکومت این قضایا شکل میگیره، به همین دلیل ازشون من بیعت میگذارم. در چارچوب اینها تحولی صورت نمیگیره. حالا فراتر از این که مکانیزما و سازوکارهای خاصی تعبیه شده، مثل نظارت استصوابی، برای اینکه مردم عادی نتوانند به عرصه حکومت راه پیدا کنند، ما در عمل هم چیزی نمیبینیم. شما بیاید مجلس رو نگاه بکنید. در انتخابات سال 94 اومدن گفتن که بیاید، مثل همه دوره‌های قبلی، که بیاید رأی بدید به جریان اصلاح طلب، رأی بدید، آدم‌های بد اون دوره رو کنار بگذارید، آدم‌های بد ما رو بیارید. در واقع حرف اساسی همینه دیگه، که اونایی که ما دوست نداریم، جریانی که خودش رو اصلاح طلب معرفی میکنه، میگه آقای جنتی و آقای نمیدونم مصباح رو کنار بگذارید، به آقای دوری نجف آبادی و بقیه جنایتکارهایی که مثل اونا جنایتکار هستن، به اونا رأی بدید، که نتیجهش در واقع مثلا مجلس خبرگان همون مجلس خبرگانی است که قبل از بیعت سال 94 بوده، تغییری در این ماجرا صورت نگرفته. اینا در واقع کلاه گذاشتن و فریب افکار عمومی هست. در مورد مجلس شما نگاه بکنید، اومدن گفتن که در بعد بلافاصله بعد از اون بیعت سال 94 ادعا کردن که اکثریت مجلس در دست اصلاح طلبان هست، مشخص بود دروغه. اومده بودن یه عده از افرادی رو که
اصولا هیچ وقت در عمرشون اصلاح طلب نبودن، در لیستاشون گذاشتن برای اینکه ادعا بکنن ما مثلا تا 200 تا رأی آوردیم. بعد در شکل گیری فراکسیون و فراکسیون های مجلس مشخص شد که زیر 100 نفر اینها رأی دارن در چارچوب دست جناح بندی های درون مجلس. تازه خود اونها هم بسیاریشون اتفاقا در همین دوره رأی اعتماد دادن به دولت آقای روحانی نشون دادن که اصلا گرایش اصلاح طلبانه ندارن، به دنبال جریان اصلاح نه به معنای اصلاح امور حکومت ها، به معنای همین جریان حزبی که یه عده رو معرفی کرده رفتن مجلس بعد قراره به وزراش رأی بدن، در همون چارچوب ها اینا فعالیت نمی کنن. این کاملا در همین دوره انتخابات رأی اعتماد به دولت دوم آقای روحانی اینا کاملا مشخص شد که اینها هم به دنبال منافعشون هستن، میخوان بچه هاشون رو سر کار بگذارن، دوستانشون رو توی هیئت مدیرها بگذارن، اومدن دنبال همون کارهایی که در 4 دهه گذشته در این کشور انجام شده، به دنبال پیشبرد منافع مردم، حاکمیت قانون، رفاه عمومی، مصلحت عمومی، منافع ملی، به دنبال این امور نیستن. در هیچ کجا هم ما ندیدیم. شما در طی مثلا 2 سال گذشته ببینید آیا حتی یکی از این افرادی که به عنوان اصلاح طلب به مجلس راه پیدا کردن اینها در یک مورد حکومت رو به چالش کشیده باشن، در یک مورد به نفع مردم، منافع مردم در برابر منافع حکومت سخن گفته باشن؟ من که سراغ ندارم، مرتبم این داستانها رو دنبال میکنم. کاملا مشخص بود که در این جریان رأی اعتماد موضوع از چه قرار هست. همه دیدگاه‌هایی که در بحث‌های مربوط به رأی اعتماد مطرح شد از سوی اعضای دو جناح و فراکسیون‌های مختلف کاملا در چارچوب تعیین شده توسط بیت و دستگاه امنیتی کشور بود. هیچ کس رهبر و سپاه، راندها و امتیازاتی که وجود داره، مسئله بیکاری گسترده، اتلاف و تخریب منابع، ناکارآمدی، اصولا به سراغ این موضوعات هیچ کس نرفت. کسی به سراغ بحث از مداخلات خارجی جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ایش، سرکوب آزادی‌ها و حقوق شهروندان، مهندسی فرهنگی و اجتماعی، واگذاری امکانات دولتی به خودی‌ها، امتیازات قشر حاکم، اصولا اینها در هیچ کجایی مطرح نشد. در سخنان وزرا هم وقتی اومدن صحبت کردن، وزرایی که یه ادعا میکنن که مال دولت تدبیر و امید هستن، اونجا هم شما اثری از اینها نمیبینید. بعد وقتی هم که صحبت نمیکنن میگن اختیاراتشون محدوده، اینا کاری از دست، اگه اختیاراتشون محدوده کاری از دستشون بر نمیاد، واقعا انتخابات چه فایده ای داره؟ چرا یه ادعا میرن شرکت میکنن؟ قدرت در ایران در دست نهادهای نظامی، امنیتی و دیوان سالاری مذهبی است و هدایت کنندش هم دستگاه رهبری است و هیچی هم در این حکومت عوض نخواهد شد. اعضای مجلس در این جلسه رأی اعتماد بیشتر به صورت، من اینها نمیگم نماینده مجلس، و رسانه‌های فارسی زبانم که میگن نماینده مجلس با این عبارت مشکل دارم، چون اینا واقعا کسی رو نمایندگی نمی‌کنن، اینا عضو مجلسن، اینا رو شورای نگهبان با بیت رهبری با یک مکانیزم‌های اونجا منصوب می‌کنه. اعضای مجلس در جلسه رأی اعتماد بیشتر به صورت کارکنان روابط عمومی دستگاه‌های دولتی عمل کردند، تا حد تعریف و تمجید از وزرا که حتی فراتر از حد مأموریت روابط عمومی هاست. اگر کمی از این قالب هم بیرون رفتن، خودشون رو به تذکرات معمول اعضای مجلس محدود کردن. ملاک‌های موافقت با وزرا هم ولایت مداری جهت تقرب به بیت رهبری و سرمایه گذاری برای آینده شغلشون بود، که بعد از اینکه دورهشون تموم شد در وزارت نفت اینا رو استخدام کنن، جایی که پول و پله بیشتر هست و راحت بیشتر میشه دزدی کرد، سرمایه مملکت رو به تاراج برد. کسانی هم که به عنوان مخالف وزرا صحبت میکردن عمدتا برخوردهای ایدئولوژیک داشتن تا برخوردها نقد علمی و نقد عقلانی. فقدان سیاستها و برنامه‌های بدیل در مخالفت با برنامه‌های ادعای وزرا کاملا بارز بود. به غیر از این موارد خاص، اصولا مجلس در جمهوری اسلامی به نظر من یه وجه تزیینی داشته، حتی مجلس ششم. مجلس تقریبا هیچ تأثیری بر روند امور نداره. از مهمترین کارکردهای قانونی مجلس تحقیق و تفحص در امور کشور هست، اما به گزارش علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید،
از جلسه غیرعلنی مجلس برای استماع گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص تحقیق و تفحص‌های انجام شده از دوره اول مجلس تا این دوره دهم. ایشون میگه هر تحقیق و تفحص حداقل 200 میلیون تومان هزینه دارد و اکثر تحقیق و تفحص‌های انجام شده در همه دوره‌های مجلس به هیچ نتیجه‌ای منجر نشده است. مجلس بی‌حاصلی است. یعنی یه گروهی دور هم جمع میشن، سالانه ده‌ها میلیارد تومان هزینه می‌کنه، هزینه میشه براشون و هیچ حاصلی، حداقل یک موردش، یکی از وظایف مجلس تحقیق و تفحص هست، در کنار قانون‌گذاری، در کنار کارهای دیگری که باید انجام بده. در این زمینه خود این عضو مجلس میگه هیچ حاصلی نداشته، کاملاً بی‌حاصل بوده. حالا تازه خیلی این مجلس هنرمنده، تعیین رئیس قوه مجریه رو هم در این طرح که آقای خامنه‌ای قبلا ارائه کرده بود دیگه ایده به دنبال هستن که حداقل این بیعت رو هم حذف کنن که دردسر براشون که ایده برن مثلا به رئیس قوه مجریه رأی بدن، مجلس رئیس قوه مجریه رو انتخاب کنه، البته با پیشنهاد آقای خامنه‌ای. یعنی سیستم کاملا دیگه سلطنتی 100% میخوان بکنن، اون سلطنت فقیه، نه سلطنتی پادشاهی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنه. خب این داستان مجلس، یعنی انتخاباتی که صورت میگیره. یه عده معتقدن که مجلس واقعا کاره ایست، بهتره که مثلا گروه اصلاح طلب اونجا بفرستیم، فرقی نمیکنه، فرقی نکرده در طی سه دهه گذشته. در چارچوب دولت هم تفاوت چندانی ما شاهد نیستیم. یعنی دولت آقای روحانی همون سیاست ها و همون برنامه هایی رو داره که دولت آقای احمدی نژاد. مثلا در دوره آقای احمدی نژاد کسی که رئیس بخش موتور دیزل ایران خودرو بود به دلیل ناکارآمدی، به دلیل فساد براش پرونده‌ای تشکیل شد، محکوم شد. بعد دولت آقای روحانی میاد ایشون رو به عنوان رئیس ایران خودرو معرفی میکنن، میذارنش رئیس، یعنی در واقع ارتقای مقام بهش میدن. چرا؟ برای اینکه ایشون خواهرزاده آقای روحانی، پسرعموی آقای روحانی، اینها رو وارد کار کرده در شرکت‌های مختلف، در هلدینگ‌های مختلف اینها رو قرار داده. یک مجموعه روابط فاسد، یک مجموعه روابط انحصاری، امتیازجویانه در کشور وجود داره. فرقی نمی‌کنه که شما امروز آقای فلانی رو بردارید، جاش آقای بهمان رو بگذارید. دولت به هم در همون چارچوب‌ها عمل می‌کنه. در دوره آقای احمدی نژاد ایشون و برادرها و خواهرها و عموزاده‌ها و دامادها و گروه‌های شبیه به این بودن. در این دوره آقای روحانی است، منتها هیچ کدومشون هم کنار چیز نمیرن، اینطور نیست که کلا از صحنه حذف بشن، یه مقامات در واقع میان پایین‌تری مرحله. وقتی دولت آقای احمدی نژاد میره، اینا میرن مثلا تو بخش دولتی شده، در واقع دولتی‌های خصوصی شده، اونجا به تاراجشون ادامه میدن تا دولت بعدی میاد، اینا ارتقای مقام پیدا میکنن به جدی. یه گروهی هستن مرتب دارن نقشاشون رو جابجا میکنن، چیزی واقعا عوض نمیشه. شما ببینید آقای روحانی چه در دوره اول و چه در دوره دوم چه وعده هایی داد در مورد اینکه کنسرت ها برگزار خواهد شد، در مورد برداشتن محدودیت ها روی ماهواره، در مورد برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد. تک تک وعده های آقای روحانی در دولت اول، در دولت دوم، در انتخابات اول و دوم رو شما نگاه بکنید، هیچ کدام از اینها محقق نشده و محقق نخواهد شد، چون اصولا قرار نیست اتفاقی بیفته، قرار نیست حکومت حتی یک وجب در برابر خواسته های عمومی یا حتی خواسته های بخشی از مردم یا حتی خواسته های بخشی که حتی میان خیلی در واقع با کرنش میان میرن رأی هم میدن در روز رأی گیری، در مقابل اینها هیچ گونه کرنشی، تعظیمی صورت نخواهد گرفت. چون تجربه که آقای خامنه ای داره اینه که اگر قرار باشه شما یه قدم، تجربه که دوران پهلوی دارن که اگر شما یک قدم عقب نشینی کنید کارتون ساخته است، در واقع این هم توهم هستا. بسیاری از کشورها در برابر مردم عقب نشینی میکنن و حکومت ها قدرتمندتر میشن. حکومت پهلوی در نوع عقب نشینی هاش هم دیر عمل کرد، هم همزمان با اون دستگاه سرکوبش خوب عمل نمیکرد. جمهوری اسلامی دستگاه سرکوبش خوب عمل میکنه، اینا میتوانن عقب نشینی های در مقابل مردم انجام بدن بدون اینکه حکومتشون تغییر کنه، اما خب محکم سر جاشون ایستادن و حتی یک قدم هم عقب نشینی نمی کنند.
این متاسفانه نگرشی است که بر اینها حاکمه، چه در دوره‌ای که با امیدهای واهی سال 76 آقای خاتمی بر سر کار اومد و چه در با امیدهای واهی سال 92، موضع حکومت، موضع دستگاه امنیتی، نظامی، قضایی، بیت رهبری این بوده که چیزی عوض نشده. حواستون باشه که فکر نکنید که حالا اگر مثلا جای آقای رئیسی آقای روحانی رو انتخاب کردید یا جای آقای ناطق آقای خاتمی رو انتخاب کردید قرار هست اتفاقاتی بیفته. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و اینها مگر در یک مواردی یه در واقع یک ذره کوچک از حکومت انحراف پیدا کنن، یه حرفی بزنن که آقای خامنه‌ای خوشش نمیاد، اینها هم هزینه‌اش رو خواهند پرداخت، همونطور که الان آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد دارن هزینه‌هاش رو میپردازن. من معتقد نیستم آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد اینها به دنبال منافع مردم بودن، ولی خب در یک دوره‌ای با نظرات آقای خامنه‌ای مخالف بودن، یک قدم کوچکی برخلاف نظرات ایشون انجام دادن، حالا دارن هزینه‌هاش رو میپردازن. مجموعه رقابت‌هایی که درون حکومت وجود داره، رقابت بر سر سیاست‌های درست و نادرست، راهبردهای مفید و غیر مفید، روش‌های کارا و ناکارآمد برای اداره کشور نیست، رقابت بر سر منابع کشور، یه گروه‌های بیشتر میخوان، تلاش میکنن که مواضع و پست‌های بالاتری داشته باشن. این یه چیز طبیعی هم هست. موفقیت یکی از موفقیت‌های جمهوری اسلامی که باعث شده این حکومت دوام پیدا کنه، این بازی میان رو و رادیکال، چه برای بیرون افکار عمومی و چه در داخل برای عده‌ای که یک گروه اصلاح طلب و یک گروه اصولگرا هستن، این به نظر من معتقد به تئوری توطئه نیستم ها، که اینها همش یه نفر از اون بالا مثل عروسک اینا رو میچرخونه، اما شرایطی رو اینها فراهم کردن با زدن نیروهای دیگه، با مهندسی چارچوب‌های سیاسی، با کمیسیون احزاب، با کمیسیون مطبوعات، یه عده رو حذف کردن، یه عده‌ای رو که میدونستن که در همون چارچوبای خود اینها فعالیت میکنن نگه داشتن، تو اون ادعایی هم عده‌ای هم که در اون چارچوبا فعالیت قرار فعالیت کنن اگر پاشون رو یه ذره کش بگذارن یا ترورشون میکنن مثل آقای حجاریان، یا بیرونشون میاندازن یا زندانیشون میکنن، کاملا سعی کردن که این شرایط رو به همین شکلی که هست نگه دارن. این شرایط خب به نفع اینا عمل کرده، یه عده‌ای هم در خارج و هم در داخل فریب این بازی اصلاح طلب اصولگرا یا میان رو رادیکال رو خوردن، در انتخابات شرکت میکنن، میان حتی برخی از چهرهایی که مثلا در سوئدن در ایالات متحده هستن، دانشگاهی هستن، میان میگن نه انتخابات در ایران واقعیه، واقعا متوجه نیستن که این داستان همش تنظیم شده، مهندسی شده است، انتخاباتی وجود نداره، وقتی شورای نگهبان و نظارت استصوابی هست انتخاباتی معنی نداره. یه عده رو میچینن میگن آقا بین مثلا 4 نفر شما به یه نفر رأی بدین، هر 4 نفرم بنده و خلاصه غلام بارگاه الهی آقای خامنه ای هستن، تفاوت چندانی میان اونها وجود نداره. ولی خب یه عده فکر میکنن چون 2 نفرن و چون مردم میرن سر صندوق رأی بنابراین انتخابات هست. واقعا افراد خامی وجود دارن، البته همش هم خامی نیست، یه عده در خارج کشور میخوان رفت آمد داشته باشن، برن بیان در ایران فعالیت، دعوتشون کنن دانشگاه، دعوتشون کنن سمینار برن، برای همین فکیله رو پایین میکشن، به گونه‌ای حرف میزنن که حکومت خیلی ناخوشایندش نباشه، که بتوانن بدون نمیخوان دشمنی بر بیانگیزن بین دستگاه امنیتی و خودشون، و حرفهایی میزنن که واقعا حرفهای کودکانه و بچگانه و دور از واقعیتی است در مورد حکومت ایران، و متاسفانه در چهره استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی و در این چهره ها هم در برنامه‌های مختلف اینها حاضر میشن. خلاصه بحث در جلسه هفتم این که یکی از عواملی که کمک کرده جمهوری اسلامی دوام پیدا کنه، این در واقع مهندسی سیاسی است در داخل کشور، که یک گروهی به عنوان اصلاح طلب، یک گروهی به عنوان اصولگرا با هم رقابت کنند بر سر قدرت و ثروت، بر سر فساد، بر سر منابع، و در داخل یه دفعه کنن که نه واقعا انتخابات برگزار میشه، یا در خارج هم یه دفعه کنن که نه ایران فرق داره با عربستان سعودی، فرق چندانی نداره، یا سیستم سیاسی یه عده اون بالا هستن منابع رو تاراج میکنن، این پایین هم یه عده زیاد جمعیت قابل توجهی بدبختن و محروم از منابع کشور، تفاوت چندانی داستان نمیکنه. ظواهرش رو
هوشمندانه تر درست کردن برای اینکه به جامعه جهانی چیز دیگری رو، مثلا آقای روحانی میاد سازمان ملل بگه من نماینده مردمم، شما کجا نماینده مردم هستی؟ نماینده شورای نگهبانی. شورای نگهبان شما رو گذاشته که یه عده‌ای با شما بیعت کنن، در مقابل شما یه چهره زشت سیاهکاری مثل آقای رئیسی رو میذارن که یه عده گول بخورن برن به شما مثلا تو صندوق اسم شما رو بنویسن. از این نوع انتخابات البته در عراق برگزار میشده، در کره شمالی برگزار میشه، 90% 95% میان به خواسته حکومت رأی میدن. انتخابات معلومه که به معنای دموکراسی نیست، این یه چیز خیلی روشنی است. منتها خب یه عده‌ای اینها رو نمیخواهند ببینند، نمیخوان خودشون رو با فکر کنن کسر شأن ایران هست که این کشور رو با کره شمالی مقایسه کنن با گرایش‌های ملی گرایانه در واقع توهی. ایران از لحاظ سیاسی این کره شمالی فرقی نمیکنه که اونجا کیم جونگ اون، اینجا آقای خامنه ای است. کسی صداش هم در بیاد اونجا میذارنش جلوی تانک، اینجا میفرستنش زندان، اینقدر نگه میدارن که از سرطان یا بمیره یا چشمش کور بشه. تفاوت چندانی وجود نداره از لحاظ ماهوی. تفاوت ها در این که آقا اونجا بالاخره کشوری است، ایران متفاوته با کره شمالی، مردم متفاوتن، مقاومت وجود داره، ارتباط با خارج وجود داره. بعد خود حکومت دنبال بیزینس با خارجه، دنبال کسب و کار صادرات واردات، همه درها رو نمیتونه ببنده برخلاف کره شمالی که بسیاری از درها رو بسته. تفاوت ها به چیزای دیگه برمیگرده، به ماهیت حکومت بر نمیگرده. در اینجا من بحثم متوقف میکنم. همچنان از دوستان تقاضا میکنم که دیدگاه ها و نظرات و انتقادات خودشون رو برای من و تلویزیون بفرستند. من تا حد ممکن به نظرات و دیدگاه های دوستان سوالاتشون پاسخ میدم در ایمیل. ایمیل من هم هست مجید محمدی، منتها محمدیش با دوتا ام، @gmail.com. با ما در تماس باشید، نظراتتون رو برای ما بفرستید. ما قدر میگذاریم به دوستانی که دیدگاه هاشون رو با ما سهیم میشن. تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمتتون خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.